دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسین زرمه‌ای، درود بر شما. یک بار دیگه فینال جذاب و دیدنی و از استرس و حساس حسن دلاور کشتی گیره کشورمون یه الان زنده در مقابل رقیب همیشه گه خودش دیوید تیلور. حسن یزدانی با دوانده قرمز در مقابل دیوید تیلور از امریکا با دوانده آبی. مشاهد قهرمانی جهان بلگراد سربستان 2023، دو قهرمان دو دلاور به فینال رسیدن. ببینیم چه میکنند در فینال در مقابل هم دیگه. داور کشتی نگه میدار و به حسن تذکر می که ضربه نزنه هنگام اجرای فنون. سرشاق یک بار دیگه مثل همیشه حسن آرمارون رو به جلو، شاید مراقب بدلکاری های این کشتی گیره زیرک باشه، مثل روبا مکار هیلگر و باهوش این کشتی گیر. تذکر کمکاری داده میشه به دیوید تیلور. دیوید تیلور اون سرحالی همیشگی رو نداره. امیدواریم که حسن یزدانی امسال بتونه انتقام شکست‌های قبلی رو بگیره ازش. حسن تنها یک بار تونسته این کشتی رو شکست بده، یک بار دیگه با زانوها رو بره توشک میزنه، باید مراقب باشه. شگرد تیلور هست و همه آمریکایی‌ها وقتی به کنار توشک میان تحت فشار میافتن زانوها رو بره توشک میزنن. یک بار سرشاخ رس هم دیگه کار میکنن. دست زیره کرد رو به جلو، باید مراقب برگشت های تیلور باشه. سرگردن رو مهار کرده، ببینیم میتونه دور بزنه خودش رو رها کنه یا نه. حتی فشار گذاشته تیلور رو، میتونه شاید کلاید رو فعال کنه روی تیلور. سالونی یک پارچه تشویقه، اما داره عاشق حسن یزدانی، عاشق کشتی خودشون از جای اروپا به بلگراد رسوندن تا فقط این کشتی رو ببینن. امروز روز سختی داشتیم، امیدواریم حسن بنده دیدار باشه و بتونه خستگی از تن ما و همه هواداره کشتی به در کنه. شاد کلاه فعال میشه روی کشتی امریکا دیوید تیلور. داور کشتی نگه میداره و بهش تفهیم میکنه که شاد کلاه فعال شده. 30 ثانیه زمان داره، اگر نتونه امتیازی بگیره یک امتیاز برای دلاور ما صرف خواهد شد. یک بار سرگردن تیلور کار میکنه، نباید کارش رو بالا بیاره. تیلور معمولا جدا میشه و دور میره و زیر گیری. سالون یک پارچه تشویق شده. سالی به پایان میرسه و یک امتیاز برای ما سبز. یه لحظه بوز کرد تو برگشت اومد تعادل کشتی ما رو به هم بریزه. یک بار دیگه زیر خم از پهلو تو برگشت، یک بار دیگه زیر خم از اون خود بگو دیوید تیلور. حالا میتاقل کشتی گیره ما، ماشالله ماشالله چارتای میگیره. باید خوش رو رها کنه، باید خوش رو رها کنه. حالا کشتی گیره میکنه، تیلور رو میکنه، پر دست سگک کرده. یک امتیاز برای نخواست چلنج میکنن، 5-1. اگر بی انصافی نکنن، اگر نخوان بپیچونن، این چارتایی ما مسلم بود، چارتایی ما مسلم بود. ببینیم نظر هیئت جوری چی هستش. سالون یک پارچه به وجه میاد، تماشاچی حاضر در سالون. یک پارچه تشویق میکنن دلاور کشور ما حسن یزدانی رو. ببینیم نظر هیئت جوری چی هستش و چه امتیازی میخوان رد آدم کنن بعد از بازبینی فیلم. متاسفانه ما تصویر آهسته رو شما نمیبینید دوستان. منتظر تا هیئت جوری نظر خودش رو اعلام کنه. ببینیم، امیدوارم که چلنج رو واگذار کنن. شاید میخوان که دوتایی بدن، احتمال داره چهارتا رو دوتا تبدیلش کنن، ولی خب فعلا هم بعدا روی کرد اگر دوتا بگیریم میشه 3-1. ببینیم نظر هیئت جوری چی هستش. حسن یزدانی در اول کشور رو تونست در دور اول استراحت داشت. دور دوم لارنس استرالیا 7-2 شکست داد. در دور دوم بیان با سوین مغول رو 11-0 شکست داد. آمینه دارنده برونز المپیک رو 7-2 شکست داد. شاپیف ازبک رو 10-0 شکست داد و به فینال رسید. ببینیم نظر هیئت جوری چی هستش. فور پوینت بلو، چهار تا به آبی دادن. یعنی چه؟
کشور سه کردم. امتیازی نیست کشتی گیر امریکا که امتیازی نیست کشتی گیر امریکا. نمیدم چرا باید کشتی گیر ما رو کن بکشی کرد. او چه حسابی باید محبیه ما میتونن نفاس رو چلنج کنن. چهارتا برای ما بود نه برای آبی. اجازه بدیم امتیازه رو دارم برمیگردونم ببینیم چه امتیازی میخوام بدن. 4-3 چی کار دارم میکنن نمیدم. عزیزایی که به قوانین داوری آشنایی دارین این فن رو دیدین خواهش میکنم در مورد این امتیازا برای ما کامنت کنین. من واقعا سردرگم هستم. متاسفانه 5-3 حسن بود که کنده رو کشید تا بود. نمیدونم بریم ادامه کشتیم. 10 ثانیه تا پایان سری قبل کشتی زمان داریم. میتونه سریقه دوم کشتیگی رو شکست بده اگر به استرسش اگر به اون فشار روح روانی غلبه کنه. مطمئنا این کشتیگی رو خود شکست خواهد داد. کشتیگیر امریکایی دیوید تیلور زیاد سرحال نیست. سریقه دوم مطمئنا خسته خواهد شد. ببینیم چه تاکتیکی در نظر میگیرن برای این کشتی حساس و پر استرس و پر فشار. فقط باید از نظر روحی آماده بشه. فقط نباید استرس داشته باشه. ببینید سریقه دوم چه میکنه دلاور کشورم حسن یزدانی. یا حق بریم ببینیم به امید خدا چه میکنه دلاور کشورمون. همه چشما به این کشتی دوخته شده. این 4 تا باختی که امروز داشتیم یک طرف، این حسن یزدانی یک طرف. امیدوارم که برنده میشه تلخی همه شکست های امروز از کاممون به نفع هستن. سه دقیقه دوم آغاز میشه. این سرگرده هم دیگه کار میکنن. تیلور یک سر جا به جا میشه. یک تا آروم قرار نداره تا اصلا کون خودشو خیلی تیلور انجام بده. ما حداقل 3 امتیاز میکنم. 2 تایی هم بگیریم 4 تایی داره تیلور و بنده میدان تو شرایط مساوی. یک بازی گوسای پیاپر از پیاپی از حسن یزدانی. واقعا استرسی داره. نمیدونم حسن واقعا چطوری داره کشتی میگیره. یه لحظه زیر یکم از راه دور سرگردن رو بیاره گرفته. بالا نمیاد. بالا نمیاد. مثل همیشه زانوار بری تشک زده تا اگر تشک خارج شد امتیازی از دست نده. شگرد دارن امریکایی ها. واقعا مزخرف مسخر از این شگرد. از گاهی بچه های ما هم انجام میدن ولی به ندرت. به ندرت. 10% ولی 90% امریکایی هیچ کار انجام میدن. امیدوارم که دست رو در بیاره و دور بزن کشوی امریکایی ها. شگرد داره ولی خب در مقابل تیلور فشار باری زیادی جسم و روان حسن یزدانی هست. 1:54 تحت فشار گذاشته تیلور رو. رو به جلو همچنان سرگردن تیلور کار میکنه. بلوم باسیم یه لحظه اومد برای زیرگیری. بلوم باسیم بلوم باسیم ببینی چه میکنه در ادامه کار. یه لحظه اومد این بار ببینی کنده کشی میتونه بکنه یا نه. فشار زیادی داره میاره. تیلور هم مچپا رو گرو گرفته. نباید مچپا رو رها کنه. یه لحظه میتابونه. فشار زیادی داره میاره. یا حق یه حالا تیلو میکنه حسن یزدانی رو. نباید پا رو رها کنه. خواهید میکنه یه دوتایی دیگه میگیره از حسن. یه دوتایی دیگه میگیره از حسن. 7-3 میشه. حالا کار حسن سخت میشه توی شرایط. حالا باید یه 4 تایی بزنه به این کشتیگیر زیرک امریکایی. یک دقیقه زمان داره. زمان کافی داره. دست اینه که رو به جلو تحت تقیب. حسن یه جوری خسته نشون میده. خالی کف بدنش. فشار روحی بسیار زیادی روی حسن هستش. متاسفانه یک بار دیگه برسه برق و باد. باز زانوها رو برید تو شکر. باید رها کنه بلند شه تا تیلور هم مجبور شه بلند شه. زمان داره به ضرر ما سپری میشه. باید رها کنه تیلور رو. باید سرپا بشه. هفت بسته. یک بار دیگه تراژدی غمگینه.
همیشگی داره تکرار میشه. یک بازی به پا رسید تیلور، این بار میخواد کندکشی کنه، پیتو رو در اختیار گرفته، میتونه یه دوتایی میگیره، نباید رها کنه، نباید رها کنه، دوتا به تیلور دادن، ضربه میکنه، باید بلند شه دیگه، نباید ضربه بشه. مرتوشک خارج میشه. این بار دیگه ضربه فنی میکنه تا جای حرف و حدیثی نباشه. دستش رو به علامت چهار بالا میبره تا نشون بده که چهارمین باره که اصلا رو هست. ششمین گل هم به نفع دیوید تیلور به پایان میرسه. من عرض کردم بارها تنها کسی که میتونه تیلور رو شکست بده از ایران کامران قاسم‌پوره. خب دوستان تا درودی دیگر، بدرود.